به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به سه رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. کمیسیون حقوق بشر کانگرس آمریکا امروز نشست را با حضور فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن افغانستان برگزار می کند. این نشست قرار است ساعت 2 PM به وقت آمریکا روز سه‌شنبه در کانگرس آمریکا برگزار شود و در آن به پیامدهای گسترده محدودیت بر زنان افغانستان پرداخته شود. وحیده امیری، میترا مهران، رینا امیری، حیدربار در کنار چند عضو کانگرس و شخصیت‌های دانشگاهی در این نشست حضور خواهند داشت. در اطلاعیه این نشست آمده است: از آگوست 2021 وضعیت زنان و دختران افغان به طرز چشمگیری بدتر شده است. فهرست روبرشت محدودیت‌های شدید و غیر انسانی اعمال شده توسط طالبان توانایی آنان را برای مشارکت در زندگی عمومی افغانستان به شدت کاهش داده است. با گفته کمیسیون حقوق بشر کانگرس آمریکا، محدودیت‌ها بر زنان پیامدهای گسترده از جمله تعمیق بحران‌های اقتصادی و بشردوستانه در پی داشته است. هشدار سفارت آمریکا. وزارت خارجه آمریکا از شهروندان اشخاص تا به افغانستان تحت رژیم طالبان سفر نکنند، زیرا این کشور و شهروندان خارجی هم نیست. وزارت خارجه آمریکا ناوقت روز دوشنبه با نشر یک بیانیه از شهروندان اشخاص تا به دلیل اوجگیری تروریسم، بازداشت‌های خودسرانه و آدمربایی به افغانستان تحت سلطه طالبان سفر نکنند. و در پایان، کرن تکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان، میگوید که با مسئولان بانک‌ها و اتاق‌های تجارت افغانستان در مورد تقویت سکتور خصوصی گفتگو کرده است. او شام سه‌شنبه با نشر پستی در ایکس گفته است که این گفتگوها هفته گذشته در شهر دبی انجام شده است. کاردار سفارت آمریکا از دیدگاه زنان و مردان اشتراک کننده در این گفتگوها در راستای رشد اقتصاد افغانستان، ایجاد شغل و ساختن آینده بهتر برای شهروندان این کشور قدردانی کرده است. او مشخص نکرده است که در این دیدار مسئولان کدام بانک‌ها و اتاق‌های تجارتی افغانستان حضور داشتند. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، آمریکا همچنان بزرگترین کمک کننده به این کشور بوده است. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.